اکنون رسالت. با سپاس از شما دوزاران از برنامه رسالت که تا این دم با برنامه خودم برنامه رسالت هستین. جناب استاد ذبیح‌الله ظاهری در برنامه با ما هستند، در ارتباط به حجاب بحث میکنیم. سوالات خواهرها و برادرها از ما یادداشت کردیم، البته پیش ما هست در خط شما ورخطا نشین، با جناب استاد سوالاتون شریک میسازم. ولی یک سوال دیگه هم در ارتباط به مسئله حجاب مانده که باید روشن شوی مسئله. جناب استاد، زنانی که حجابشان رو مراعات نمیکنن، در کل به حجاب هستند و همتو برهنگی رو در جامعه ترویج میکنن، عواقب بعد این به حجابی چه خواهد بود در یک جامعه اسلامی؟ در قدم نخست که ما پیشتر هم گفتیم که اول حکومت مسئولیت داره، چون پسوند اسلامی در لقب خود داره، جمهوری اسلامی. وقتی که اسلامی شد، پس ما باید به اسلام متفق باشیم و به اسلام پابند باشیم. و اولین مسئولیت بزرگ حکومت هم اجرای قواعد شرعی است در یک کشور اسلامی. و اگر نکنن، روز قیامت الله ازشان پرسان میکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یک کسی که به امور مسلمان ها سرکار داره، یعنی سرایت داره و بی‌پروا است، لیس من عظمت من نیست، خیلی سخت وعید داده. در مقابل دوم بیایم، اگر تنها بر در خود خانواده بیایم صحبت کنیم، قرآن عظیم الشان رئیس خانواده را هم مسئول قرار داده. یک پدر در مقابل دخترش نباید بی‌پروا باشه، چون پدر است. و یک شوهر در مقابل خانمش نباید بپرو باشه، چون شوهر است. و مخاطر الله میگه قو انفسکم و اهلیکم نارن، شما خودتان و کسایی که زیر دستانتان است از آتش جهنم نجاتشان بدید. چه قسم ما نجات داده میتونیم وقتی که ما اونا را امر کنیم و اونا را دعوت کنیم به طرف حفظ حجاب دختر ما را، امسال ما را، خواهر ما را. آیت دیگه وقتی الله به یکی از پیامبرش میگه که وامر اهلک بالصلاه واستبر الیها، تو اهل فامیلت به نماز دعوت کن. از این آیت آدم قیاس کرده میتونه وقتی که مسئولیت داشته باشیم که به دختر ما، به زن ما، به پسر ما مسئولیت ما باشه که اونا رو به نماز دعوت کنیم و فرض از بالای ما دعوت کنیم، پس بدون شک حجاب هم یکی از فرضای از بالای کلان خانواده که مراعات کنه این امره و براشون بگه. و رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایه که کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته، هر که به زیر دستایش مسئولیت داره. بعد میگه که الامام مسئولون عن رعیته، امام مسجد به مسئولیت داره بر رعیتش، کسایی که بزرگ دین، بزرگای قومی هستن و مثلا بالاخره در خانواده. مشکل اساسی این است که بعضی از مردم فکر میکنن اگر من به ایجابی کنم تنهایی به خودم برمیگرده، دلم کارم. خیلی از مردم اینطور دلیل میگه، در حالی که چنین نیست. در یک مطر یک دختر به حجاب بود، داستانی از چند داستان خدمت دوستان میگم به خاطر که موضوع خوب تفهیم شود. بعد یکی از مردها بر دختر مسلمان گفت که ببینین، به حجابیت ضرر میرسانه به جامعه و به این موتر جوانایی که اینجا است، بهتر است که حجابت مراعات کنی. او گفت که دلم حجابم، در قبرم خودم میخوابم، تو رسی. بعدی بزرگوارم هم این بود خود کشید و تمام فضای موتر بوتش گرفت، بوتش بوی میداد. یک باری دینی خودم حکم گرفت که زود دو پشت بوده تا و میزنه، گفت که دلم بودم. یعنی به این معنی که وقتی که در مقابل به ایجابی اقدر بپرو هستی، مردم بدون شک به ایجابی جامعه را به طرف فساد دعوت میکنه، مثل که بوی بوت ما شما را همه را ضرر رسان. یک دختر ایرانی است، او خودش داستان خود قصه میکنه، میگه من از ایران فرار کردم تنها به خاطر از اینکه حجاب خوشم نمیامد، حجاب اسلامی هیچ خوشم نمیامد. رفتم در آلمان و لباس مثل آلمانی ها پوشیدم، دخترای آلمانی که بالاخره امروز هم میدانن که چقدر در غرب مردم لباس میپوشه. در کنار سرک میگه روان بودم که یک پسر آلمانی، جوان آلمانی، موتر دروازه باز کرد، من داخل موتر رو گفت یک کمرای ما بره. میگه من گفتم زیاد قهر شدم، گفت تو انسان بی ادب، بی تربیه، تو نمیفهمی که من یک دختر مسلمان هستم، یک دختر ایرانی هستم. بالاخره گپم با پلیس رسید. وقتی که پیش پلیس رفتیم، موضوع چی است؟ میگه برام گفت که چرا اومدین. گفتم که این بچه بی تربیت، بی ادب است، اینو من یک دختر مسلمان ایرانی را کش میکنه، بیام راه ما بریم و با دل ما کار کو. میگه پلیس طرف مسئله کرد، گفت که ببخشی خودت واقعا ایرانی مسلمان هستی؟ گفتم بله، من یک دختر مسلمان هستی. بعد پلیس گفت که امی جوان آلمانی است، چی بفهمه که تو مسلمان هستی؟ لباس تو خب مثل لباس دخترای غربی و غیر مسلمان ها هست، نه چادر داری، نه تنبان داری، معذرت میخوایم، نه کالای اسلامی داری. بالاخره
یک دختر مسلمان خو آثار دختر مسلمان زن مسلمان اجابش است. پس این بچه آلمانی است چی بفهمه که تو واقعا دختر مسلمان هستی؟ بعد این دختر میگه که من توبه کردم برگشتم و بر من یک چیز ثابت شد که هرگاه ما از دیگران تقلید کنیم به درد دیگران ما مبتلا میشیم. بدون شک در شهر اسکندریه مصر در یکی از ملیبسا یک دختر جوان مسلمان مصری خیلی با لباس خشن و زننده و بیجا و برهنه بود. یک مرد مسلمانی که پیر بود ظاهرا گفت از بابت خیرخواهی و دعوت و امر به معروف رب گفت دختر مسلمانم امکان داره که اجابت بگیری؟ تو خود دختر مسلمان هستی و تو سنگر دین ما هستی. یک دختر مسلمان سنگر دین ماست بالاخره دیگه. بعد دختر خیلی غضب شد، قهر شد، گفت که با تو چی؟ من خودم میفهمم زندگیمو مثل این دلایل زیاد گفت. پس رفت در چوکیش نشست. بالاخره یک بار، دو بار، سه بار این ریسفید بیچاره را خیلی توهین تحقیقه تنها به خاطر یک دعوت به خاطر اسلام. بعد دیدم که اکتفا نکرد، در آخر آورد موبایل بر امی پیرمرد داد گفت ویگی به خدایت زنگ بزن و برش بگو که من چون به اجاب هستم برای من اتاقی در جهنمش فراهم بسازم. ای گفت که استغفرالله ای قسم نگو گپ کفری است و بالاخره تو از ایمان خطا میشی. مثل ازی دختر بالاخره پس رفت در مچه بخود نشست. وقتی که در آخر رزگاه رسیدن اما پایین شدن، دختر پایین شده نتانست وقتی متوجه شدن که هموج جانش الله است پیشش. چون شیطان هر گاه شیطان به مخاطر قرآن میگه شیطان همیشه کوشش میکنه که انسان به طرف کفر دعوت کنه. بعد فلما کفر و قال شیطان للانسان اکفر، کفر بورد، کفر به الله بورد، بگو که ما خودم دل ما دموکراسی میخواییم، ما دل ما مسلمانی، ما در قبر ما خود داخل نمیشه، تو ملاها رشی، شما ملاها امروز تلویزیون هم گرفته و بعضی ها دلیل میگن انترنت هم شما ملاها هستی، در تلویزیون هم شما ملاها هستی، در موبایل هم شما ما را بگذاری که ما زندگی کنیم، ما زندگی غربی میخواییم، ما زندگی دموکراسی میخواییم. مثل از هی قرآن چی میگه؟ شیطان همیشه و خالص شیطان للانسان اکفر، همیشه به انسان کلمات کفری در زبان مسلمان میره. فلما کفر وقتی که مثل دختر مصری کفر ورزید به الله، ایمان از پیشش تنها به خاطر به ایجابی شد. فلما کفر قال اینی بری من که من از تو مبرا هستم، بیزار هستم، اینی اخاف الله رب العالمین، من از الله میترسم. این جملات شیطان است. شیطان میگه من از الله میترسم. پس یک دختر مسلمان، یک زن مسلمانی که بیجوی میکنه ضررش به خودش میرسانه، از ایمانش کم میشه. الایمان یزید بالطاعه و ینقص بالمعصیه. ایمان انسان به طاعت ازدیاد پیدا میکنه و با معصیت نافرمانی کم میشه. بیجوی متاسف و بدون شک معصیت الله است، نافرمانی الله است. پس اول ضرر بیجوی به خود شخص انسان است، با فامیلش است. تو دختر مسلمان ای کاش تنها یک دختر مسلمان اگر خودش به ایجابی میکرد روز قیامت خودش در جهنم میرفت. اگر چین میبود میگفتیم خوب به ایجابی گفت در پایین ترین دوزخ در اسفل سافلین جایید بره خود. مشکل ایجاست که شوهرت امرید به جهنم میبری، پدرت امرید به جهنم میبری، برادرت امرید به جهنم میبری و آسایش از جوانها میگیری، آسایش از جوانها میگیری. شاعر چقدر زیبا میگه برای دختر مسلمان خطاب میکنه که زلف خود از روسری بیرون مریز، زلفایت از چادرت بیرون نکو، در مسیر چشمها افسون مریز، در خیابان چهره آسایش مکن. به دختر مسلمان میگه از جوانان سلب آسایش مکن. به دختر مسلمان میگه خطاب شد خواهر من این لباس تنگ چیست؟ این لباسایی که امروز در بازار افغانستان میبینیم که لباسی است که حتی بعضی از کفار را میپوشنید. امروز متاسفانه بعضی از دخترای مسلمان، بعضی از زنای مسلمان با زیرتنبانی در بازار میه که انسان حتی در خانه حق نداره موره به سراسرای خود اجازه بده یک زن مرد مسلمان که بپوشه، با او بیرون میبره. خواهر من این لباس تنگ چیست؟ پوشش چسبان رنگارنگ چیست؟ خواهرم اینقدر تنازی مکن، با اصول شهر لجبازی مکن. به حجابی به این معنی که با حکم الله و شهر جنگ کردن. خواهرم دیگر تو کودک نیستی. یک دختر مسلمان 20 ساله به حجاب، 25 ساله به حجاب، 30 ساله به حجاب، تو کودک نیستی دیگر، تو کلان شدی، تو مکلف شدی، تو را الله مکلف قرار داده. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی، تو دیگه عروسک نیستی. چرا مثل عروسک های خود جور میکنی که بازیچه هر کس و ناکس باید باشی؟ دخترای به حجاب مثل سنگچلای کوچه هستن، هر کس زیر پا میکنیش. دختر با حجاب مثل گوهر و صدف گوهربار و قیمتی است که در دل دریا جا داره، هیچ کسی برش نمیرسه.
خواهر من این لباس تا خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی، در امور خیش سرگردان نشو، نو عروس چشم نامردان نشو، یاد کن از آتش روز معاد، به یاد داشته باش روز قیامت، آتش روز قیامت منتظر زن به حجاب است. در معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم در جهنم یک تعداد زنها را دیدن که یک قسمت سرشان جوش میخورد با آب جهنم. با آب جهنم جبرئیل پرسان کرد که من آهولای این ها کی هستن؟ گفتن که این اون زنان امت تو هستن که در دنیا موهای خدا از نامحرما پت نکرده بودن. خیلی از دخترها را که امروز اگر محصل است یا کارمند است بگویی که همین خوب برد گناه داره، میگه قلبم پاک است. برادر قلبت پاک کن. متاسفانه قلب تو پاک است، قلب مردی که در مقابلش پاک نیست. قلب کسی که پاک باشه آثار پاک بودن قلب در جوارح و در اعضای بدن انسان میره. یاد کن از آتش روز معاد، طره گیسو مده در دست باد. خواهر من ای محب دین، ای عاشق دین مبین، یک نظر از ازواج پیامبر ببین. شما ازواج مطهرات ای ببینین که اونا قرآن چه میگه. حتی قرآن میگه که اگر شما از امهات المؤمنین چیزی سوال میکنی حق نداری که روبرو امرش فاسالوهن من وراء الحجرات، از پشت پرده از امهات. چرا؟ در قلبتان چیزی پیدا نشه. شما انسان هستی. ام المؤمنین عایشه میگه که پیامبر خدا یک صحابیش بود که عبدالله ابن ام مکتوم بود، چشمایش کور بود. آمد پیامبر خدا زنه گفت که برو. گفت یا رسول الله کور است. گفت کور است، تو کور نیستی. امروز یک مرد شهوت داره، بخوای نخوای در فطرت در بدنش هست. تو دختر مسلمانی که امروز با این نوع لباس بیرون میبری، بازم توقع داری مردم امرایت خوب روا کنه؟ بازم توقع داری مردم به چشم یک خواهر برات ببینه؟ خودت عالی دست خدا برای دیگر ساختی. متاسفانه که ضررهای خیلی نابسامانجار امروز به حجابی در جامعه ما که از بعضی از گفته ها انسان شرم میکنه که این به حجابی که امروز در افغانستان در این ملتی که به نام ملت غیور و با غیرت در دنیا شناخته شده بود، مردم افغانستان، کشورهای دیگر، کشورهای دیگر اسلامی لباس مرد مسلمان افغان میپوشن میگفتن این لباس غیرت است، لباس ناموسداری است. ولی امروز ببینی که مرد مسلمان افغان در بازار میره زنش به یک حالت میره که انسان باید گریه کنه. کجا شد غیرت ما؟ کجا شد اون غیرت آبا و اجداد ما؟ پس باید ما دوباره به الله رجوع کنیم و از این بی‌حجابی ها خدا حفظ بفرمایید. تشکر جناب استاد. در جوانی شما برکت. دوستای عزیز تماسش رو میگیریم، با شما شریک میزنیم. بله، مهربانی برنامه رسالت است. بله بله، مهربانی برنامه رسالت است. بله، سلام علیکم. روز بخیر باشید. علیکم السلام خواهر. مهربانی علیکم السلام. صدایت قطع وصل می خواهر، صدایتان قطع وصل می جه. مهربانی می شنم. بله ما تقریبا 3 سال شده به دست چپ ما الان شده شده و نماز هم که می خونم دست جای نماز فکر مخار گرد می آیم. زیاد کوشش کردم هیچ ندونستم که می فکران زور سنم. تشکر، زنده باش خواهر عزیز. گرفتیم سوالتان. جناب استاد، خواهر ما تماس داشتن، گفتن که پدرم شب که خانه میایه چتیات میگه، حرفای زشت میزنه و مرا خواستگار که می مرا نمیته وقت ازدواج و همه اونا را حرفای زشت و بد میزنه. می خوب از ارتباطم صحبت کنیم که آیا فرزندم بالای پدر مادر حق داره یا خیر؟ بدون شک که حق داره. وقتی الله سبحانه و تعالی پدر اینقدر عزت داده که در کنار عبادت خودش احترام پدر و مادر قرار داده، در عین حال پدر و مادر مسئولیت قرار داده برشان که تو هم امروی اولادت با محبت صحبت کن، اونا را توهین نکن، اونا را توهین تحقیر نکن. اما با استفاده از این فرصت جواب این سوال خواهر ما بگیم که متاسفانه بعضی اوقات امی پدر و مادرها هستند که با زشت خوییشان، با اعمال زشتشان سبب میشه که اولاد در مقابلشان قدر علم کنه. اکثر اوقات بعضی از پدرها هستن، بعضی از پدرها هستن که به خاطر از اینکه دخترشان امیال 30 ساله 35 ساله، در این مورد ما دوست داریم یک برنامه ما و شما بگیریم، دخترشان 30 ساله شده چون برازی فایده نیست به پدر دوست، به پدری که به منتظر تویانه دخترش است، باز از تویانه برو اج کنه و بر مردم یک ماجی شده. دختر خود اذیت آزار میکنه، گپای زشت میزنه و سبب میشه که همین رفتار زشت پدر بالاخره دختر یا خود خودکشی کنه یا از خانه فرار کنه یا یک عمل کرده انجام بده که باز پدر بگه او تو قدر بهتر بودی. نه، پس پدر و مادر لطفاً پدر بزرگوار باید
متوجه عمل کرده خود شما. تو باید اون یک پدر دو یکی از علمای اسلام است به نام دکتر صاحب عایز القرنی حفظه الله میگه هر کی را خانوادهش دوست نداشته باشه هیچ کسی در دنیا او را دوست دیگه نداره. وقتی دخترت به این اندازه از تو گریزان است به این معنی که تو انسان خوبی نیستی دیگه. تو پدر الله باید هدایت کنه، تو پدر باید دیگه متوجه شوی که روزی شاید برسه که دخترت شاید یک سال تحمل کنه، صبر کنه، سال دوم سال سوم خوب یاد داشته باشه که این صبر هم از خود اندازه داره، لیمیتیشن داره، دیگه محدودیت داره از خود دیگه. دقیقاً. پس الله چنین پدرها و مادرها رو حفظ کنه که متاسفانه بعضی اوقات میبینیم که این پدر و مادر است که سبب به احترامی و گستاخی فرزند و دخترش میشه، وگرنه دخترها و پسرها هستند که خیلی از زشتی های پدر و مادر تحمل میکنن، ولی اگر تداوم داشته باشه، دوام داشته باشه زشتی ها و دشنام های خیلی غیر اخلاقی به دخترت بدی، پس احترام در حقیقت خودت به احترام در مقابل اون خواست. برادر ما در خط چند سال داشت از زبان مادرکلانشان نقل قول میکرد، میگر مسلمان دیگر به قتل برسانه با در وقت قصاص میشه بنامون خود چاقو باید کشته شد یا مثلا فقط قصاص است که باید کشته شد در بدلش؟ در اصل خود قصاص است که در قرآن عظیمشان هم آیات داریم که الحر بالحر والعبد بالعبد والانس بالانس ولکن فی القصاص حیات یا اولو الالباب. اصل امو یعنی حاصلی است که وقتی یک کسی بناحق امروز متاسفانه در چند روز قبل در رای بگرام کاپیسا پروان دو نفر با هم دستخی تکان میکنن، تو میگه که تو پیش نشی همین سبب میشه که یک جوانی که دو روز بعد نامزادیش بود یا عروسیش بود متاسفانه شهید شد امروی مرمی میزنیش. پس باید کشته شود دیگه. این که چیگونه کشته شوه شاید فقها بهتر این باشه که با همون وسیله کشته شوه، مثلا با تفنگ زده باید با تفنگ کشته شوه، با چاقو کشته باید این چاقو اگر باشه خود فکر نکنم. اصلی است که دوباره همون حکم جاری شوه که تا دیگه مردم در جامعه ببینن که ببینن خون یک انسان خیلی با ارزش‌تر از این است که تو به خاطر از این که یک انسان از تو که در موتر خود پیش کرد تو را کشتی. فکر کنم هدف همین تطبیق حکم است، این که با همون چاقو باشه یا نباشه زیاد مطرح نیست. و از سال دومشان گفتن نام نواسیم اقبال شاه گذاشتیم. اقبال شاه اسم چطور اقبال دیگه چانس شاه اشاره که زیاد نام خوب پیامبر صلی الله علیه و آله بهترین نام ها همین نامایی است که عبدالله باشه، عبدالرحمن باشه، نام یکی از اسماء الله باشه با گذاشتن پیشوند عبد، عبدالرحیم، عبدالرحمن، مثل از یا نام پیامبرا باشه یا نام صحابه باشه. و متاسفانه بعضی از نامهای در افغانستان است که اصلا مخالف با شریعت اسلامی است. غلام محمد، ما غلام محمد صلی الله علیه و سلم نیستیم، اگر غلام باشیم فقط غلام الله هستیم. عبدالرسول نام زشته است و باید تبدیل شود. عبدالحسین مثل از این نامهایی است که غلام رسول نامهایی است که مخالف شریعت اسلامی است و پیامبر صلی الله علیه و سلم سنتش است. وقتی میدید که یک نام مخالف با عقیده است او را دور میکرد. یک دختر بود نامش بره بود، پیامبر حالا گفت شما نفسایتان بره نیکوکار، خودتان تبره نکنی، الله میفهمه که نیکوکار است که نیست. نامش جمیله گذاشت، نامها را تغییر داد. اونا هم شاید اقبال شاه نام زیاد بدی نیست، بهترین نام ها نامایی است که در اسلام ها. و گفتن بچه ایم 12 ساله است گپ گوش نمیکنه، بد فرمان است، جرام است فرمان نمیبره. محبت بده برش. خیلی است اطفال که بی ادبی میکنن، گستاخی میکنن، محبت از طرف پدر نمیگیرن، از طرف مادر نمیگیرن. مادر همیشه دشنام دادن و لعنت کردن و چپلاق زدن براش یاد داده، یک روز رو در بغل خود نگرفته که محبت بدیش. اگر محبت بدیش، اگر رو را تشویق کنه به دین، اگر درسای اسلامی براش بگذاری، تلویزیون بهترین وسیله است که برنامه‌های سازنده اسلامی براش بگذاری، بدون شک متوجه باشه که با کی میشینه، با کی میخیزه، کجا میره، چگونه میره، درسایش امروش کمک کنی. مادر خیلی رول مهمی داره، محبت براش بده حتما جور میشه و به دین الله او را متوجه به نمازش بساز. یک بچه‌ای که نماز خوان با خود قرآن خوان باشه، ایگو به پدر مادر خود احترام میاره. ها. و جناب استاد سوال دیگهشون قسم بود که گفتن فکر میکنم دخترشان است یا سنویشان، برسات میگه یک نمایی زنو ندارن و یک طفلک 7 ماه دارن که شیر میده. اگر در ماه مبارک رمضان روزه را افطار کنه و بخوره بعد قضای شب بیاره چه حکم داره؟ فکر کنم میرم بانیم به برنامه رمضانی، چون موضوع فقهی هم از به وقتش انشالله این را بحث میکنیم که چه کسایی بهشون رخصت داده میشه. خواهر ما گفتن کسایی که در دو وقت دو عشق میریزن ای چی حکم داره، آیا درست است یا خیر جناب استاد؟ بدون شک درست است و ما روایت اسلامی هم زیاد داریم
فکر کنم حدیث صحیح باشه که پیامبر میگه که الله چند قطره را خیلی دوست داره و یکی از قطره هایی است که بنده مسلمان با یاد آوردن گناهانش و از ترس از گرفت الله اشک میریزه و زمانی که اشک میریزه الله گناهان از زیر مورد عفو بخش قرار میده بدون شک که و این نصیب هر کس هم نمیشه که انسان در دعا گریه کنه خیلی قلبای پاک هستن که گریه برشون میاد و خواهر دیگه ما که در خط اصرار هم داشتن که باید سوالشون نتن پرسیده شد گفتن شوهرشان به مادرش یعنی به خوشوی دختر گفته که من همسر ما بختار شما طلاق میگن و مرا در غیابم طلاق داده آیا طلاق واقع شده یا خیر استاد اون تا خبر شدیم که مرا طلاق کرده فکر کنیم این خواهر زیاد بالای شوهر خود ظلم کرده که میترسه که مستقیم برش گپی را بزنه به هر صورت موضوع طلاق موضوع زن و شوهر است کسی در او مداخله نداره اگر موضوع طلاق باشه اول خویی است که یک زن مسلمان نباید زمین رو اونقدر مساعد بسازه که شوهر موضوع طلاقه و امروز بدبختانه بگوییم که یک گلاس آب نوشیدن برای یک مرد مسلمان ساده سخت است ولی گفتن طلاق لفظ طلاق بر زنش بسیار آسان است جناب استاد فکر میکنم یک دقیقه وقت داریم یک سوال به صورت مختصر پاسخ بدین خواهر ما گفتن آیا ایجاب مو است که فقط چشما معلوم شد دو چشم دیگه تمام وجود پوشیده شد یا خیر حدیثی که در آغاز خواندیم پیامبر خدا میگه که زن کلش عورت است مگر دستانش مگر رویش و مگر پاهایش بعضی از فقهای شریعت اسلامی مثل فقه حنبلی میگن که روی زن مسلمان عورت نیست حجاب هست فرق از بین عورت و حجاب عورت فرض عین است برای یک مسلمان خب رأی کلی است که هرگاه چهره یک زن مسلمان سبب فتنه انگیزی و سبب دیگران را به طرف خود جلب کردن و کش کردن باشه باز دو صورت فقها میگن باید رو پوشانده شود و متاسفانه تعداد آرایش کرده بیرون میبرن میگن که این اسلام میگه که روی تا دو عورت نیست نه دو صورت باز گناه است که یک زن مسلمان تشکر جناب استاد از حضورتان در برنامه از که دعوت ما رو پذیرفتین سپاس دوستداران عزیز ان شاء الله جناب ظهیری صاحب نمیدانم که هفته بعد استاد احمدی صاحب میای ظهیری صاحب ولی اگر استاد ظهیری صاحب در برنامه بود که چقدر خوب و در ارتباط با جایگاه ازدواج و همچنان مورد ازدواج در شریعت چقدر مهم است مسئله خواستگاری بحث میکنیم و کوشش میکنیم که احمد خانه جناب احمدی صاحبم مثل دانه های دور است ارزشمند است روز اونا را تغییر بدیم به یکی از روزهای دیگه شنبه یا یکی از روزهای دیگه شب زوری صاحب همیشه روز پنجشنبه با خود داشته باشیم که از وجود پرفایزشان مستفید شویم این بود برنامه امروز که تقدیمتان شد تا فردا که بازم در خدمت شما حاضر میشم شما را به خداوند حق میسپارم شماره برنامه در جریان روز در اختیارتان است سوالاتتان با من به شریک بسازین با جناب استادای عزیزی که در برنامه میان ان شاء الله سوالاتتان را مطرح میکنیم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا